اینجا حالا علی صمدزاده اعتراف بزرگی رو میکنه، میگه که در اسرائیل ما باید یه کاری کنیم که مردم اسرائیل درگیر جنگ بشن، و اعتراف بزرگش اینجاست، میگه مردم اسرائیل درگیر جنگ نیستن. یعنی تمام این چیزی که آقا ما تخم مرغ زدیم، تخم مرغ گرون شده، اقتصاد سنگین شده، در این طوفان الاقصا ما ترس بردیم در سرزمین های اشغالی، همین صمدزاده ای که خیلی اعتقاد داره بعد درگیرشن الان یه اعتراف بزرگ میکنه. لابلای حرفاشون واقعا اعترافات سنگینی بیان میشه. بگو صمدزاده جان. این صمدزاده هم از اون بیشوراییه که زیاد لبنان میره. سطحی از درگیری ها رو در جنوب لبنان شاهدش باشیم و این مقارن بشه و اون قصه درگیر شدن پدافند دوباره رخ بده. نافی اون نیست که. ببینید نافی اون نیست، اما نکته ای که وجود داره اینه که سطح پاسخی که حزب الله به شهادت حاج محسن به عنوان فرمانده ارشد نظامی خودش داد، متاسفانه نشون داد که حزب الله از این سری ریسک‌ها فرار میکنه. خب حالا در فارق از این صمدزاده قبلش من دیگه نذاشتم. کلی میگه که عملیات حزب الله علی اسرائیل کاملا یه عملیات شکست خورده و یه عملیات بیفایده و و و بود. حالا اینجا باز یه اشاره دیگه میکنه که میگه این عملیات در حقیقت بیفایده بوده. اینجا خودش داد، متاسفانه نشون داد که حزب الله از این سری ریسک‌ها فرار میکنه و بسنده میکنه به اینکه نوع و کیفیت. من نمیخوام بگم عملیات اربعین انجازاتی نداشته، دستاوردهایی نداشته. نداشت. اما به نظر من بازدارندگی که معادله بازدارندگی که حزب الله تا پیش از عملیات طوفان الاقصا در برابر صهیونیست ها ساخته بود به شدت تضعیف شده، نه اینکه از بین رفته، اما به شدت تضعیف شده. حزب الله می توانست هدف، ببینید من اعتقادم اینه، اسرائیل ها دلیل طولانی کردن جنگ برای اونها این هستش که بیش از 95% جمعیت اسرائیل واقعا در شرایط جنگی زندگی نمی کنه. چی شد؟ تمام دستاوردی که اینا از شکست‌های خودشون میخوان درست کنن، یک خط روایتی رو تا الان بچه حزب الله میرفت که آقا ما شهرک نشین‌ها و صهیونیست نشین‌های سرزمین‌های اشغالی رو وارد درگیری جنگ کردیم. داری میگه اسرائیل انقدر شاخه، در 7 جبهه داری میجنگه، من بیش از 95% مردمش احساس جنگ نمی‌کنن. می‌کردن جنگ برای اونها این هستش که بیش از 95% جمعیت اسرائیل واقعا در شرایط جنگی زندگی نمی‌کنه. دوباره بگو. می‌کردن جنگ برای اونها این هستش که بیش از 95% جمعیت اسرائیل واقعا در شرایط جنگی زندگی نمی‌کنه و اثرات جنگ به غیر از مسائل اقتصادی بر اونها تحمیل نشده. این هیچ کاری نتونستید بکنید. این اعتراف خیلی سنگینیه. آقا ما فلان کردیم، حزب الله زده در شمال اسرائیل، مردم آواره شدن. تهش میرسه به اینکه با بالای 95% نتونستیم وارد جنگ کنیم، فقط 5% از مردم اسرائیل اثرات جنگ رو احساس کردن، اونم چه احساسی؟ از خونهشون رفتن تو هتل زندگی میکنن. ببین این میزان یعنی توانمندی های اسرائیل در این جنگ برای خود من بسیار سورپرایز شدم. من فکر نمیکردم اسرائیل واقعا در این حد به صورت میدانی قوی باشه، به این شکل بنیه. واقعا من همیشه میگفتم آقا اینا بضاعت جغرافیایی غیر و غیره ندارن، همیشه میگفتم و الان هم میگم، ولی این عدم بضاعت جغرافیاییشون که عرضشون 1.5 ساعت با ماشین، طولشون 3 ساعته و یک سرزمین کوچکی هستن، این بضاعت در حقیقت کمینه خودشونو، بضاعت کم خودشونو در حوزه های مختلف، در حوزه نظامی با F-35 و قدرت در حقیقت هوایی خودشون و این در حقیقت قدرت این بضاعت کوچک که میتونن راحت بهشون موشک بزنن با گنبد آهنی، در بخشای دیگه در مورد مردمش اینا، این بضاعت کم خودش رو با قدرت اقتصادی و و و تونسته لاپوشانی کنه. والا از جنگ غزه و حزب الله با مردم اسرائیل، مردم ایران بیشتر احساس جنگ کردن تا الان در اسرائیل. فشار در بورس از نظر اقتصادی موجش به مردم ایران بیشتر رسیده. در خود لبنان واقعا 150,000 نفر در جنوب لبنان آواره شدن. این خیلی اعتراف سنگینیه که آقای صمدزاده میکنه. من در شرایط جنگی کردن جنگ برای اونها این است. حزب الله میتوانست هدف، ببینید من اعتقادم اینه،
اسرائیلی‌ها دلیل طولانی کردن جنگ برای اونها این هستش که بیش از 95% جمعیت اسرائیل. اینجا یه اعترافی که گفت اسرائیلی‌ها دارن جنگو طولانی می‌کنن، در حالی که خط روایتی این بچه حزب الله یا این بود که اسرائیل اجتناب می‌کنه از جنگ طولانی و مجبور شده فلان، حالا داره اعتراف می‌کنه که اسرائیل داره جنگو طولانی می‌کنه، چون اصلا برش مردم نفهمیدن جنگی شده. خیلی حرفا مهمه. واقعا در شرایط جنگی زندگی نمی‌کنه و اثرات جنگ به غیر از مسائل اقتصادی بر اونها تحمیل نشده. این 5% هم میشه شهرک‌های غلاف غزه و شهرک‌هایی که در جدار شمال قرار داره، یعنی عمده جمعیت در منطقه مرکزی مستقره. حزب الله این امکان رو داشت که ضربه‌ای بزنه، چون تأسیسات نظامی اسرائیل به شدت متمرکز در ناحیه مرکزی است. چون ضربه‌ای که اسرائیلی‌ها در منطقه هارعریک در زاویه به حزب الله وارد کرده بودند جزء مناطق خط قرمز حزب الله بود، حزب الله هم می توانست پاسخ رو در عمق بده به شکلی که جبهه داخلی رژیم صهیونیستی هم درگیر بشه. اما حزب الله پاسخ رو به نحوی داد که جبهه داخلی درگیر نشد و حتی ما در... خب حالا داره میگه که حزب الله پاسخ نمایشی، البته فارغ از این میگه حزب الله می توانست. نه ببین، شما یک فریبی در مورد سلاح‌های خودتون خوردید. ببین شما یه چیزی که خود جمهوری اسلامی شوک کرد، موشکاش اولا که نرسیدن، اون 4-5 تایی هم که رسیدن فارغ از این که 1200 متر با فاصله به چیز خوردن، اصابت کردن، یعنی هدفی که قرار گرفته بوده با فاصله 1200 متری که اصابت کردن، قدرت انفجاریشون محدود بوده. که در عملیات پهپادی حزب الله اولا تا الان هر چی پهپاد زدید گنبد آهنی رهگیری کرده، اونایی که رهگیری نکرده داشتن میرفتن میخوردن بیابون، رهگیری نکرده. یه موردش که این پهپادتون دستش در رفت خود به ساختمان های مسکونی و مردم فیلم گرفتن، ما تونستیم قضاوتی در مورد قدرت تخریبی پهپاد حزب الله داشته باشیم. یعنی اصل داستان اینه که فارغ از این که شماها توانایی داخلی از حوزانه، یک شعافی کردید، شما یک بزرگ نمایی کردید، یک منم منمی کردید، یک جنس بنجلی رو چجوری میخوای بفروشی؟ خیلی بازارگرمی. شما در مورد قدرت نظامی سپاه پاسداران و قدرت نظامی حزب الله عزیزم بازارگرمی کردی. اینکه 4 تا عقب افتاده بخوام بیان حالا یک بخشی هم ادای امید دانای 2017 رو در بیارن، از قدرت موشکیتون هی بگن، اینا قدرت موشکی براتون ایجاد نمیکنه. عکس فتوشاپ و در حقیقت به کارگیری هوش مصنوعی و موشکاتون رو خیلی مثلا خفن بخواید نشون بدید، در بحث میدانی قدرتش رو زیاد نمیکنه. موشک های شما و قدرت حزب الله، ما الان فارغ از این که این موشک ها و پهپادها نمیرسن، قابل رهگیری ان و و و، حتی برسن هم با فاصله اینها اصابت میکنن نسبت به هدف، 1000 متر اینا فاصله دارن تا بخورن به هدف. ته پهپاد حزب الله هم خورده تو توالت مسکونی یه خانواده دیگه که ما دیروز اینا رو نشون دادیم. قدرت انفجاریشون هم کمه.